انسان ها در شرایط سخت خودشان را بهتر می شناسند. خیلی وقتا احساس می کنم که خورد شدم. نشستم روی صندلی و دستش رو گرفتم. آسیب روحیه. آسیب روحی در همه سطوح. Yeah, okay, ready, steady, go. این داستان یک بیمارستان و یک جامعه در این بحران ویروس کرونا است. الان تک تک افراد خط مقدم مجبورن با آسیب‌های روحی خودشون هم سر کنن. درباره انسان هاست. اندوهشان. خوبی‌هایشان. باید قوی باشید. همیشه به خودم میگم یکی باید از بیمارا مراقبت کنه. قدرتشان. انسانیتشان. Everything's okay. You're at the Royal London Hospital. London. به ما اجازه ورود به بخش مراقبت‌های ویژه را دادند، اما قبل از ورود باید تجهیزات حفاظت شخصی داشته باشید. اینجوری و اینو حالا از جلو ببندیم. اینجوری من از پشت می‌بندم. دکتر ذوالفقاری به من نشون داد که چطور باید این وسایل تجهیزات شخصی رو استفاده بکنم، ولی حالا به خاطر اینکه نیاز دارم به حضورش در بخش آی سی یو باید ما رو ترک بکنم. سایزه شما؟ گول ظاهر آرامش را نخورید. در حالی که بیماران زیر دستگاه تنفس مصنوعی در رویا و توهم آرامیدند، پزشکان و پرستاران در دنیای واقعی با همه توان با این بیماری بی‌رحم که با سرعتی نگران کننده ریه انسان‌ها را می‌بلعد دست و پنجه نرم می‌کنند. اما کادر درمان از جمله دکتر پرجام ذوالفقاری نگرانی‌های خودشان را دارند. نگرانی این که خب از همه پرستارا و تیم خودمون مواظبت کنیم که مریضی نگیرن. ما خیلی نگران بودیم اون اولا و خب مریضامون هم که اومدن تو بیمارستان همه خیلی بدحال بودن و از این مریضا واسه مواظبت می‌کردیم. خب کار خیلی زیاد بوده و چیز دیگه هم این بود که خانواده مریضا نمیتونستن بیان بیمارستان که ببیننشون و اون خیلی سخت بوده واسه هممون اینجا، ولی خب نمیخواستیم که این مریضی بره توی خانواده هاشون و اونا بیچاره مریض بشن، واسه همین این کار کردیم و خب از اون نظر فشار آورده. و خودم اولایی که کرونا وایروس من خودم گرفتم و خانوادم دخترم گرفت و خانومم گرفتم، ولی خدا شکر ما بد نبود زیاد، انگار که سرماخوردگی تقریبا گرفتیم. دکتر ذوالفقاری گاه ساعت‌ها بی‌وقفه در بخش مراقبت‌های ویژه مشغول است. برای فیلم برداری از همه بیماران و خانواده‌هایشان اجازه گرفته شده. علائم حیاتی این بیمار 55 ساله کریشنا پیلایوگان وخیم‌تر شده. کادر حرفه‌ای درمان هر کدام با سالها تجربه اطراف این تخت جمع شدند و با تمام توان و با سرعت برای نجات جان بیمار تلاش می کنند. این آخرین شانس او برای زندگی است. برای آخرین راه حل با خواباندن بیمار روی شکم تلاش می کنند به ورود هوا داخل ریه و رسیدن اکسیژن به بدن بیمار کمک کنند. این تنها کاری است که می توانند انجام بدهند. Yeah, okay, ready, steady, go. His lungs are just getting worse and more inflamed again. وقت تماس با خانواده بیمار است.
پرستار بکی اسمیت چشم و گوش بستگان غایب در بخش کووید 19 ICU است. اساسا ما تصمیم میگیریم که آیا ادامه دادن به این کار مناسبه یا باید بگذاریم لحظه‌های آخر را در آرامش باشه. استرس فعلی این تیم نمونه ای است از استرس‌های چند برابر بیشتری که در هفته‌های گذشته و در روزهای اوج این بیماری با آن روبرو بودند. پرستار کارلین کلی شاهد آن روزهای سخت بوده. خیلی وقتا احساس میکنم که خورد شدم. فکر میکنم خیلی از همکارانم هم همین حس رو دارن. از پا درتون میاره. وقتی میخواین بخوابید بهشون فکر میکنید. وقتی بیدار میشین با شماست. برای شیفت بعدیتون آماده میشین. از اینکه شیفت قبلی تموم شده یه نفس راحت میکشین. ناراحتین. فشار روحی شدیدیه. دوره ای از زندگیمونه که هرگز فراموشش نمیکنیم. خب سخت بوده و وقتی اینجا میمونم خب کار خیلی سنگین بوده و خب خیلی از پرستارام دکترام وقت میرفتن خونه نمیتونستن بیان بیرون. خب سخته اون دیگه نتونی بیایم بیرون کاری دیگه ای بکنیم، مثلا فروشگاه یه چیزی که فکرتون رو عوض کنه اینا. خب وقتی اخبارم فقط کرونا ویروس و کووید 19 بوده، خب اون فشار آورده و خودت ما هم که خب توی این بخش ها هستیم، خب نگرانیم که مثلا میم خونه، خانواده همون خونه هستن، خودمون باسه مثلا مریضی رو نگیریم یا به بچه هامون ندیم، به خانواده همون ندیم. خب نگرانی اونجوری هم هست. ما از همون روز اول به فکر این بودیم و یه گروه آوردیم که خب سایکولوژیکو کمک کردن از این موضوع و کسی که میدیدیم که خب خیلی ناراحته و سخت داره بهشون میگذره، یا خودشون میرفتن صحبت میکردن یا ما میگفتیم که برن یکی رو ببینن که خوب، یا خودمون میشستیم باشون که صحبت کنیم درباره این موضوع ها. و خیلی سخت بوده واسه خیلی از مخصوصا واسه پرستارامون. اوج بیماری همه را تحت تاثیر قرار داد. آنطور که دکتر نیک بانکر میگوید فشار زیادی به رویال لندن وارد شد. در شرایط عادی 44 تا بیمار داریم. در روزهای اوج بیماری 90 نفر مریض داشتیم. تقریبا دو برابر. فقط 20 تخت مونده بود تا ظرفیت تکمیل بشه. مریض ها رو فقط زنده نگه می داشتیم. هدف اون فقط این بود که تا وقتی که میتونیم هر چند نفر رو که میتونیم زنده نگه داریم. تا برگردیم به شرایطی که بتونیم درمان رو با کیفیت مد نظرمون انجام بدیم. اینجا کسی نمیخواهد دوباره به آن روزهای تاریک برگردد. اما سرنوشت بخش مراقبت های ویژه در دستان دستکش پوش این پزشکان و پرستاران نیست، بلکه در دستان مقام های دولت و مردم است. ممکنه یه ذره فکر کنیم که خب دفعه بعد که یه گروه دیگه که بیان، وقتی که همه بتونن از خونهشون بیان بیرون و برن سر کار، اینا امکان داره که دوباره این تعداد کسایی که مریض هستن از کرونا ویروس شاید بیشتر دوباره بشه. ما خیلی یاد گرفتیم توی این مدت و الان ما یه کاری کردیم که پرستارا، دکترای بخشای دیگه گرفتن که چجوری تو اینتنسیو کر کار بکنن و یه برنامه ریختیم که خب مثلا اون نرس، پرستارا و پزشکا خب واسه یه مدتی بیان توی اینتنسیو کر، مثلا یک ماه در سال بیان توی این بخش ببینن چی ما چی کار میکنیم، چجوری از مریض ها مواظبت میکنیم، که خب یادشون بمونه که اگه این اتفاق افتاد دوباره ما بتونیم همچی کاری رو دوباره میتونن بیان به ما کمک کنن. گاهی اوقات پیدا کردن کورسوی از امید در تاریکی دشوار است. اما حالا میتوانید قابلیت علم پزشکی را تماشا کنید. این یکی از لحظات تعیین کننده در بخش مراقبت های ویژه است. وقتی لوله دستگاه کمک تنفسی بیمار برداشته می شود. فرایندی است پر از امید و دلهوره. آیا جواب می دهند؟ وقتی لوله را بیرون می کشند چهرهش در هم کشیده می شود. و سرانجام سینه‌اش را ترک می‌کند. Everything's okay. You're at the Royal London Hospital. تنفس سنگین مردی که شانس دوباره‌ای برای زندگی یافته. در
که اینکه این دوره چقدر تاریخی است، آن هم وقتی که در میانش هستیم دشوار است. تنها گذر زمان به درک بهتر آن کمک می کند. این دوره با جانها و شغلهایی که به دلیل ویروس کرونا از دست رفتن، سرفصلی از برگهای تاریخ خواهد بود، نه پاورقی آن. در این گوشه از شرق لندن، کار یک سردخانه کوچک به بخشی از داستان لندن تبدیل می شود. همه اقشار تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفتند، اما این محل مشغول به کار بوده و ظرف چند روز نیازهای مبرم تدفین جامعه جنوب آسیایی تبار را که سخت‌ترین ضربه را از این بیماری خورده برطرف می کند. تو روزای اوج روزی حدود 25 جسد رو به سردخونه می آوردن چون گورستانا و بقیه خدمات خاکسپاری ظرفیت پذیرش نداشتند. وقتی که تعداد اجساد مسلمانان زیاد شد و امکان دفن سریع آنها وجود نداشت، مدیریت مسجد شرق لندن وظیفه خود دید که مداخله کند. غیر قابل تصوره. میدونین؟ مردم و جامعه احساس عذاب وجدان میگیرن که نتونستیم حق امواتمون رو ادا کنیم. مخصوصا حق کسایی رو که یه دفعه فوت کردن. این احساس گناهیه که تا آخر عمر با همون میمونه. خانومی به ما تو مسجد شرق لندن زنگ زد و گفت پدرم تو بیمارستان فوت کرده، مادرم خونه من قرنطینه است و نمیتونم ببینمش چون باید ازش فاصله بگیرم. پدرم رو هم نمیتونم قبل از دفن ببینم. وضع ما این بوده. حتی حالا که در موردش حرف میزنم اشک تو چشام جمع میشه. اوضاع به این بدی بوده و مردم احساس درموندگی میکردن. اغلب وقتی احساس درماندگی می کنیم است که بعضی به ایمان روی می آورند. در حالی که بیمارستان رویال لندن ممکن است یکی از بیمارستان های آموزشی برجسته جهان باشد، همیشه گوشه کوچکی برای آنچه مهم است وجود دارد. فاروق صدیقی، روحانی بیمارستان، به ارتباط بیمارستان رویال لندن با یکی از بزرگترین جوامع مسلمان بریتانیا افتخار می کند. آقای صدیقی به دیدن بیماری می رود که از کووید 19 جان سالم به در برده، اما بیماری زمینه ای او با ابتلا به کرونا بحرانی شده. این بیمار به ما اجازه فیلم برداری داد. وقت زیادی ندارد. این اواخر اقدامات درمانی بیشتر برای نجات جانش را رد کرده. مرهمی برای بیمار در حال مرگ. فاروق این دعا را بارها و بارها در این دوره همه‌گیری خوانده. کلی جسد بود که باید دفن می شد. یک سری گورستان‌هایی بود که گورهای دست جمعی اسلامی داشتند و می شد 10 نفر را در یک قطعه دفن کرد. این قلب جامعه ما را شکسته. جامعه که بر پای مسجد، روابط خانوادگی و دیدن روزانه دوستان و عزیزان بنا شده. ظهور دوباره مرگ دو طبقه بالاتر در بخش ویروس کرونا. دیشب متاسفانه ما 4 تا مریض از دست دادیم توی بخش مراقبت‌های ویژه و خب خیلی ناراحت شده، خیلی پرستارا و دکترها خب خیلی ناراحت بودن دیشب به خاطر اینکه این اتفاق افتاد. اما خب این مریضی کووید 19 خب توی این مدتی که توی این 2 ماه اخیر ما خیلی از مریضا رو از دست دادیم. قبلا با پرستار بکی اسپید در مورد احتمال از دست دادن یکی از بیمارانشان صحبت کرده بودیم. کریشنا پیلای یوگان در اواسط دهه 50 زندگیش بود. پزشکان ادامه درمان برای نجات زندگیش را متوقف کردند. دیواره ای سفید کنار تختش گذاشته شد و صورت بکی آخرین چهره ای بود که دید. روی صندلی نشستم و دستش رو نگه داشتم تا در اون لحظه کنارش باشم. خیلی سریع گذشت. بدن بیماران درگذشته رو کامل شستشون میدیم. 2 پرستار با آب گرم میشورند و لباس تنشون میکنند تا با عزت و احترام کامل به بدن و زندگیشون بدرقه بشن. در این دوره کووید جدا کردن کار و زندگی خیلی سخت تره. احساس میکنیم میتونست پدر من باشه، مادرم باشه. به همین خاطر برای همه خیلی آشناست.
خیلی سخته، چون هر روز اتفاق میفته. در نتیجه بله، یک بخشی از بار رو با خودتون میبرید خونه. همه ما علاقه‌مندیم چیزی بیش از یک تخت خالی از خود به جا بگذاریم. وقایع نگاران این دوره همه‌گیری در تاریخ ثبت خواهند کرد که این بیمارستان و جامعه‌ای که به آن خدمت کرده با همکاری هم تلاش کردند میراثی به جای بگذارند که بتوانند به آن افتخار کنند. در این میان کسانی هم هستند که به درستی و بیشتر از دیگران به کارشان افتخار می‌کنند. کارم رو دوست دارم. چون در شرایط عادی خدمت آنها به زندگی ما عمدتا نادیده گرفته می شود. ما برای کاهش عفونت نظافت می کنیم، چون اگر این کار را نکنیم عفونت شیوع پیدا می کند. می بینید که خط مقدم جنگ با ویروس کرونا همه جا هست. سنگرهای مبارزه با این ویروس همه جاست. کف یک راه رو، روی دستگیره یک در، در دست دادن با دیگران. داموآثار افتخار می کند که در جنگ با این ویروس است. یکی از کارکنان خدمات بیمارستان رویال لندن با 10 سال سابقه. وقتی که پرنده ها آواز صبحگاهی سر می دهند و لندن از خواب برمی خیزد، او مشغول کار است. نمیشه هممون پزشک بشیم. یکی باید پزشک باشه، یکی پرستار و یکی باید کار خدماتی انجام بده. من به کارم افتخار می کنم. این گونه از خودگذشتگی است که در این دوران همه‌گیری تحسین برانگیز است. کسانی که کارهایی را به عهده می‌گیرند که دیگران انجام نمی‌دهند. و بسیاری از پرستاران، پزشکان، متخصصان و همچنین نظافتچیان، دستان یاری بخش ما برای گذر از این طوفان، آفریقایی تبار، آسیایی تبار و از اقلیت‌های نژادی دیگر هستند. مطالعات نشان می‌دهد اقلیت‌های قومی و نژادی بیشتر از دیگران تحت تأثیر ویروس کرونا هستند. و احتمال جان باختنشان در اثر عفونت 2 برابر سفید پوستان است. دلیلش معلوم نیست. کارکنان غیر سفید پوست سیستم خدمات بهداشت ملی بریتانیا NHS بیشتر از بقیه در سمت‌هایی هستند که به دلیل تماس مستقیم با مبتلایان در معرض ابتلا به ویروسند. بعضی معتقدند NHS باید سیاست‌های استخدامیش را بابت تبعیض سازمان یافته بررسی کند تا ببیند چرا بعضی کارکنان در مشاغل کم درآمدتر نگه داشته می‌شوند. ولی بیشتر پزشکان و پرستاران صرف نظر از رنگ و نژاد مجهز به تجهیزات حفاظتی می‌خواهند جایی باشند که بتوانند درد بیمار را تسکین دهند. چرا که وقتی این عنوان‌های پرتمطراق را کنار بگذاریم، کار همه مراقبت از بیماران است. آیرین دانشجوی پرستاری و اهل اوگاندا است. او اضطراب همیشگی هر پرستار و پزشکی را دارد. مهم نیست که چقدر با تجربه اید. کار کردن در آن محیط اینقدر نزدیک به ویروس کار دشواریه. دائم اینطوری این که ای وای به اندازه کافی احتیاط کردم. امروز میگیرم، فردا میگیرم. خیلی واقعیه. ولی باید قوی باشید. همیشه به خودم میگم یکی باید از بیمارا مراقبت کنه. اگه بستگانم در این شرایط بودن، من میخواستم یکی ازشون مراقبت کنه. همین باعث میشه که ادامه بدم. آیا ویروس میداند که قربانی از چه رنگ و نژادی است؟ البته که نه. اما عوامل اقتصادی اجتماعی مثل درآمد، ثروت و تحصیلات بر کیفیت سلامتی همه ما تأثیر می‌گذارد. به این ترتیب اقلیت‌های نژادی فقیرتر ممکن است آسیب پذیرتر باشند. اما فاجعه دیگری هم در این همه‌گیری وجود دارد. برای کسانی که این کشور را با افتخار خانه خود می‌دانند، اما قلبشان متعلق به سرزمینی دیگر است. در این سردخانه با 2 جسد روبرو شدیم. 2 زن. یکی از غرب آفریقا و دیگری از شمال آفریقا. بریتانیا را خانه خود می دانستند. اما حالا برزخی است. عذاب آخر. یکی از قربانیان کووید می خواست در خاک محل تولدش دفن شود. اما به خاطر بسته بودن مرزها جسد او 2 ماه اینجا بوده. در این مسجد 2 جسد دیگر زیر پرچم‌های ترکیه و قبرس شمالی نگهداری می‌شوند و بیرون از اینجا اجساد بیشتری در کانتینر جمع شدند.
منتظرشم. فعلا نمیتونم تسلیم بشم. خیلی دردناکه. خیلی شخصیه. خیلی نزدیکه. نزدیکتر از این نمیشه. وقتی در جامعه بزرگ شدید و میفهمید که سفر آخرشون هم افتاده به عهده شما، درد خانواده ها رو درک میکنید. همه جوره بار روانیه، دردناکه. به تعویق افتادن سوگواری مثل ممانعت از آن است. اما درد خورد کننده ی از دست دادن بسیاری از بیماران در این همه‌گیری را این واقعیت که کارکنان رویال لندن هر کاری می توانستند برای نجات بیماران خود کردند کمی تلطیف کرده. به کسانی که جانشان را از دست دادند بهترین فرصت ممکن برای زندگی داده شد. سیستم بهداشت ملی بریتانیا NHS که بیمارستان رویال لندن به آن تعلق دارد مورد تحسین عموم قرار دارد، چون جان بسیاری از افراد را در این همه‌گیری نجات داد. در سخت‌ترین روزهای قرنطینه، هفته یک بار میلیون‌ها نفر در سراسر بریتانیا به خیابان‌ها آمدند تا قدردانی خود را ابراز کنند. دست همبستگی و سپاسگزاری. اما در دراز مدت، تا وقتی که هیچ درمان یا واکسنی برای ویروس کرونا وجود ندارد، آیا NHS که اغلب دچار بیپولیست میتواند استاندارد بالا را حفظ کند؟ آیا خدمات درمانی میتواند با روال جدید منطبق شود؟ با ویروسی که میتواند ماندگار باشد؟ برای 10 روز به ما دسترسی اختصاصی به بیمارستان رویال لندن داده شد و در این مدت ما تصویری گذرا از چالش‌های عظیم مدیریت یک بیماری کشنده ثبت کردیم. با همه بالا و پایین‌های احساسیش و خط باری که بین مرگ و زندگی، شاهد تلاش برای نجات جان کریشنا پیلای یوگان بودیم. اما خود این مرد چطور؟ کسی که زندگیش در بخش کووید پایان یافت. مردی که ما نمی شناختیم. می خواستیم که خاطره ما از او محدود به دستگاه کمک تنفسی و لوله ها نباشد، بلکه از زندگیش و افرادی که دوست داشت بدانیم. او پدر 4 فرزند پسر بود، از جمله نیت. اینجا در روز فارغ التحصیلیش. او می خواست با ما درباره پدرش صحبت کند. من پارسال ازدواج کردم، 1 سال و اندی پیش. هیچ کدوممون اون موقع در اوج اون روزهای خوش حتی فکرشو هم نمی کردیم که چنین اتفاقی بیفته. آره یه خورده شوکه شدیم و هضمش مشکله. باید سعی کنیم که باهاش کنار بیایم. فکر کنم هفته‌ها و ماه‌های اول خیلی سخت باشه. حتی نمیتونیم خانوادگی همدیگه رو ببینیم، چون 2 خانواده مجزا هستیم که خیلی سخته. فقط 2-3 هفته مونده که 56 سالش بشه. حتی نتونست به اون سن برسه. برای ترور اسمیت اما تابستان دیگری در راه است. 65 تابستان زندگیش. دستگاه تقویت صدای او دیگر سکوت نمی کند. زندگیش هفته ها بند یک لوله پلاستیکی بود. در حلقش که اکسیژن مورد نیاز بدنش را تامین می کرد. بدنی که کووید 19 خفه کرده بود. Especially when you get the breathing, you can't breathe properly. I have many thoughts of even, you know, trying to kill myself. It was like becoming a blood bad decision I had to make, because my sickness was not going to go anywhere. So I had to do something to relieve the burden of wife and son. ترور از در تاریکی نجات پیدا کرد و حالا نور زندگی بر او میتابد. مارتین گریفیس، جراح متخصص تروما، معتقد انسانیتی که NHS در این همه گیری نشان داد باعث جذب تعداد زیادی نیروی جدید شده. مردم دارن به سمت NHS هجوم میارن. دانشجوهای پزشکی میان بیمارستان که کمک کنن، که دوره آموزشیشون رو زودتر شروع کنن. مجبوریم پیشنهادهای کسایی که میخوان کمک کنن رو رد کنیم. همه جا سرشار از لطف و محبته. NHS در حال حاضر شرایط خوبی دارن. در بیمارستان رویال لندن 2 طبقه جدید مجهز برای بیماران مبتلا به کووید هست.
اما سایر بیماران چطور؟ بیماران مبتلا به سرطان یا بیماران قلبی؟ بیمارانی که نگران ابتلا به ویروس هستند و به بیمارستان ها مراجعه نمی کنند. دکتر نیک بانکر متخصص مراقبت های ویژه می خواهد شرایط برای مراجعه آنها به بیمارستان مهیا باشد. فکر میکنم که بعضی از اونا فوت شدن. بعضی دیگه در خونه هستن. در مورد سرطان ما تشخیص زیادی نداشتیم. در مراحل اول علائم سرطان قابل تشخیص نیستن. ممکنه که ما تشخیص ندادیم ولی هنوز وجود داره. با کاهش محدودیت ها مردم برای درمان بیماری هایی که از آن رنج میبرند به NHS مراجعه خواهند کرد و خدمات بهداشتی قادر خواهد بود به همه کمک کند. اگر ما به خودمان کمک کنیم. There are friends and there are colleagues who we know who are dying. دوستان و همکارانی هم هستن که میدونیم مریضن، دارن فوت میکنن. عزیزان هم که قربانی ویروس کرونا شدن. درباره تاثیرگذاری یه سری کارهای ساده نمیشه اقراق کرد. میدونم خسته کننده است. میدونیم سخته. ولی از نگاه من ببینید، به اندازه کافی آدم مرده توی این مدت دیدم. هر اتفاقی بیفتد، تعهد زنان و مردانی که در رویال لندن با آنها روبرو شدیم تغییر نخواهد کرد، چون مسئله شخصی است. توی ماشینتون نشستید که برید سر کار. با خودتون فکر میکنید این چیزیه که میخوام تو زندگی انجامش بدم؟ جوابش مثبته. بله، دقیقاً این وقتیه که باید بیستم و کارم انجام بدم. این وقتیه که حتماً باید اونجا باشم. اما این همه‌گیری را چه زمان میتوانیم پشت سر بگذاریم و به حالت عادی برگردیم؟ چه موقع عزاداری جمعی ما شروع میشود؟ تا حالا مرگ و میرها در نمودارها نشان داده شده. بیش از 500,000 نفر در دنیا جان خود را از دست دادند. ولی این همه‌گیری قصه اعداد نیست. قصه مردم است. قصه اندوهشان، نیکیشان، قوتشان و انسانیتشان.